در توییتر و تلگرام از شما پرسیدیم بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی متهمان اعتراضات اخیر در چه مرحله‌ای حق دسترسی به وکیل انتخابی دارند. همطور که می‌بینید 50% گزینه در بازداشتگاه، 38% گزینه در دادگاه و 12% گزینه در دادسرا انتخاب کردند که گزینه در دادگاه گزینه درست هست. بریم به روزیتا سر بزنیم ببینیم از دیدگاه بینندگان چه آماده کرده. روزیتا، سر همین نظرسنجی کلی بحث شد، گفتن چرا گزینه هیچ کدام نگذاشتید؟ دقیقاً سیامک، خیلی از نظراتی هم که انتخاب کردم از توییتر بوده، ولی سوال اصلی برنامه‌مون انتظارشون از وکلا بوده که خب خیلیام به این پرسش پاسخ دادن، از وکلای تسخیری یا تحمیلی گفتن، انتظارشون رو گفتن و همینطور از وظایف وکلا. یکی از کاربران توییتری به نام تلاش برای دموکراسی در پاسخ به سوال توییتری نوشته چیزی که تو قانون نوشته شده اینه که باید از زمان دستگیری این اتفاق بیفته، اما چیزی که واقعا اتفاق میفته اینه که افراد دزدیده میشن، در دادسرا اجازه دسترسی به وکیل داده نمیشه یا بسیار سخته، حتی در دادگاه به جای وکیل انتخابی ممکنه افراد رو مجبور به وکیل تسخیری کنن. پیام بخش اول پیام های صوتیمون هم آماده است، با هم گوش میکنیم. در مورد وکلای تحمیلی به نظر میاد بیشتر از این که وکیل اون شخصی باشه که حالا اسیر چنگال حکومت شده، وکیل حکومت و از حکومت دفاع میکنه. یه نفری هم که من میشناختم بهش گفته بودن که اگه وکیل میخوای باید وکیلی باشه که ما بهت میگیم و اجازه نداده بودن که وکیل بگیره، که او هم قبول نکرده. وکیل تحمیلی حقه ایست که این رژیم میزنه تا ماشین سرکوبش رو جلو ببره، به پیش ببره، و وکیل های این مدلی باید بدونن که طبق قسمی که یاد کردن مسئولیتی اخلاقی دارن و در صورتی که مرتکب جنایت بشن در پیشگاه تاریخ باید پاسخگو باشن. قوانین تو کشور ما به شکل کلی از اساس ایراد دارن، از وکیل ها انتظار زیادی نمیشه داشت. من وکیلی که میشناسم تو این 4 ماه یه دونه پست تو صفحهشون نذاشتن به خاطر اینکه میترسن اصلا تعلیق بشن. فقط از تعداد کمی وکیل ها که استثنا هستن و نمیترسن و باور به حق و عدالت دارن که تو این چند وقت اومدن وسط، چرا اصلا که الان مزیشون هم زندان هستن. فقط میشه از این وکیل ها در واقع انتظار داشت، نه به شکل کلی از قانون وکلا و جامعه وکلا.